این بازی مرکزی دور ششمی کوکاکولا چمپیونیت تاجیکستان 2022 است و در ورزشگاه پختکور عین حال دسته های خطلان شهر بختر و استقلال شهر دوشنبه با هم بازی میکنند. این بازی را مخلصان در باز انتظار بودند و برای همین در ورزشگاه پختکور امروز پورا مخلصان دسته خطلان شهر بختر حضور دارند و دسته دوستاشای خود را مخلصی میکنند. طبقی مشاهده ها امروز پیشرفی را دسته خطلان به ذمه دارد، چون که بیشتر توپ در دست دسته خطلان است و حمله های زیاد هم از جانب دسته خطلان انجام داده شده است. ما حتی اطلاعاتی روزنامه خطلان در این بازی حضور داریم و از جریان این بازی به شما اطلاع بیشتر خواهیم داد. دوازدهمین مایو سال جاری در ورزشگاه پختکور شهر بختر بازی مرکزی دور ششمی کوکاکولا چمپیونیت تاجیکستان 2022 بین دسته های خطلان شهر بختر و استقلال شهر دوشنبه برگزار گردید. بازی بسیار پرجوش و خروش آغاز یافت. از آغازی بازی توپ بیشتر در دست صاحبان میدان بود. حمله های خطرناک را هر دو دسته به بار می آوردند. همین بود که بازیگر دسته خطلان محمد جان ناسکف تحت رقم 23 در دقیقه 5 بازی بعد زدن ضربه کنجی با سامان رسانیده با همین حساب بازی را 1-0 کرد. تا آخر قسم یکمی بازی حساب به تغییر باقی ماند. در قسمت دومی بازی حمله های خطرآور بیشتر صاحبان میدان به دروازه مهمان به بار می آوردند، ولی بی نتیجه. بازیگران دسته استقلال هم در نوبت خود به هجوم جوابی می گذاشتند، ولی بی نتیجه انجام می یافت. بالاخره بازیگر دسته استقلال حساب بازی را برابر می کند. صدای هشتک داور بار دیگر از مرکز میدان بلند می شود. بازیگران دسته خطلان دوباره توپ را به بازی می دانند. در این قسمت هر دو دسته هم مبارزه برای زدن گل دوم بودند، ولی حمله ها به نتیجه انجام می یافت. در قسمت آخر بازی سرمربی دسته خطلان بازیگر خود را عوض کرده، با جایش بازیگر تحت رقم 11 خیرالدین تورخانوف را به میدان می دارد. بعد چند دقیقه بازی داور با جرم بپا افتادن بازیگر دسته استقلال او را با کارت سرخ جریمه می کند. همه مخلصان انتظار آن بودند که دسته خطلان و یا استقلال گل دوم خود را به ثمر برساند. انتظار های مخلصان به نتیجه باقی می ماند و بازی با حساب مساوی انجام شد. نبی جان سید ابرار، فردوس عمرو، روزنامه خطلان.